بگن افغانستان دا یک امروز ما در افغانستان در حال تکمیل روز پنجم سمینار ارتقای ظرفیت برای آموزگاران زبان ترکی هستیم. ابتدا باید بگویم که ما به عنوان بنیاد معارف ترکیه در حال حاضر در 54 کشور فعالیت‌های آموزشی انجام می‌دهیم و در مجموع 55,000 دانش آموز به زبان ترکی آموزش می‌بینند. افغانستان برای ما بسیار ارزشمند است. در حال حاضر در افغانستان 46 مرکز تعلیمی فعال داریم و حدود 4400 دانش آموز آموزش می‌بینند. از دوره کودکستان تا لیسه به طور حرفه‌ای به آموزش زبان ترکی ادامه می‌دهیم. ما به ارتقای آموزشی استادان خود بسیار اهمیت می‌دهیم. ما برنامه 5 روزه تنظیم کردیم و می‌توانیم بگوییم که برنامه پرمحتوا و مفید برگزار کردیم. در روند از این برنامه آموختیم استفاده از پلتفرم‌های تکنولوژی و یا همو هوش مصنوعی که چه قسم در روند آموزش استفاده کنیم، استفاده بهتر از ارزیابی‌ها، پلان‌های درسی آموختیم که انشالله من مطمئن هستم در روند آموزش برای تمام اساتید کمک می‌کنه و یک برنامه خوبی است. تشکر می‌کنیم از تمام کسایی که از بیرون از کشور به خاطر اجرای همچی سمینارهای آمدند. ترکیه معارف پاکپو دارد بویل بنیاد معارف ترکیه در بخش از فعالیت‌های امسال خود در 34 کشور جهان آزمون تثبیت سویه زبان ترکی برگزار کرد. این آزمون‌ها با هدف تعیین سطح زبان ترکی دانش آموزان برگزار شده بود. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آزمون ارزیابی سطح زبان ترکی بنیاد معارف ترکیه بیشترین میزان مشارکت را داشته است. در جلسه مشاوره و توسعه حرفه‌ای آموزش زبان ترکی، نتایج آزمون ارزیابی سطح زبان ترکی افغانستان را با استادان به اشتراک گذاشتیم. همچنین این جلسه به بررسی چگونگی مدیریت فرآیندهای سنجش و ارزیابی دانش آموزان و ارتقای مهارت‌های زبان ترکی آنان به سطوح بالاتر پرداخته و نظریات خود را با آموزگاران به اشتراک گذاشته. قسمی که شما شاهد هستین در ابعاد مختلف آموزشی از تکنولوژی هایی که ما استفاده میکنیم، اپلیکیشن هایی که در بخش آموزش استفاده میکنیم، در اینجا ما سمینار را دیدیم و آموزشی را اخذ کردیم و انشالله مطمئن هستیم تا از داشته هایی که از این سمینار به دست آوردیم در بخش تعلیم و آموزش در سنت های خود و در بخش آموزش برای شاگردان خود ارائه کنیم.